آموزش HTML 5 آشنایی با HTML و طراحی وبسایت با HTML نسخه 5. در ابتدا لازم به ذکر که بدونید HTML مخفف عبارت هایپر تکست مارکاپ لنگویج هستش که یک زبان علامت گذاری فرامتنیه. به زبان ساده یک صفحه وب یا وب پیج یا سند HTML یک فایل متنی ساده است که با استفاده از هایپر تکست مارکاپ لنگویج یا زبان علامت گذاری ابرمتنی یا فرامتنی نوشته شده تا با فرمت ها و قالب های زیبا درون یک مرورگر به نمایش در بیاد. در اینجا معنی HTML رو به صورت تفکیک شده کلمه به کلمه بیان می کنیم. هایپر تکست که در اینجا می بینید به این مفهوم متنی که وقتی روی اون کلیک می کنید از یک سند به یک سند دیگه برید، این توانایی یک صفحه وب برای ایجاد لینک یا همون ارتباط به صفحه وب دیگه است. مارکاپ تگ یا همون برچسب‌هایی که چیدمان و قالب گرافیکی رو روی یک متن ساده اعمال می‌کنند. به عبارت دیگه متن ساده با تگ علامت گذاری یا مارکاپ میشه و در واقع میتونه اثر خودش رو روی متن نشون بده. و عبارت لنگویج نشون دهنده اینه که HTML به عنوان یک زبان برنامه نویسی در نظر گرفته میشه. کد درون یک فایل HTML حاوی متنی هستش که درون تگ ها قرار میگیره. این تگ ها نشون دهنده جایی هستن که یک قالب بندی یا فرمت باید اعمال بشه و چگونگی ظاهر شدن چیدمان عناصر رو تعیین میکنه و به عنوان مثال مشخص میکنه که یک تصویر باید در یک مکان خاص قرار گرفته بشه یا نه. با وجود نسخه های مختلف HTML شاید این سوال براتون پیش بیاد که چرا از HTML 5 استفاده کنیم. یک پاسخ کوتاه به این سوال این هستش که شما باید از HTML 5 استفاده کنید چون سرمایه گذاری برای آینده است. ظرف چند سال HTML 5 به استانداردی برای همه وبسایت ها تبدیل شده. و اگر بخوایم پاسخ طولانی تری به این پرسش بدیم اینه که HTML 5 به شما اجازه میده تا کد های بهتر و آسان تری رو بنویسید. تکنولوژی صفحه وب پیشرفت زیادی کرده که مهمترین دلیل اون افزایش سرعت اتصال اینترنت کاربرها هست. اما دلیل دیگه افزایش انتظار کاربر هست. طراح و برنامه نویس از صفحات وب استفاده می کنند تا بتونن اطلاعات خودشون رو در اختیار کاربرها قرار بدن. HTML 5 در اصل برای تحویل دادن آسون محتوای مولتی مدیا طراحی نشده، ولی شما به راحتی میتونید با استفاده از تگ های جدید و قوانین جدیدی که در HTML 5 به چشم میخوره بتونید به راحتی فایل های مولتی مدیا رو هم در وبسایت قرار بدید و اونا رو به کاربرها نمایش بدید. در اینجا چند از قوانین مهم HTML رو میخوام به شما معرفی کنم تا با قوانین اولیه اون آشنا بشید. البته با اصطلاحاتی که در اینجا میشنوید به صورت عملی و به صورت کامل کار خواهید کرد و یاد میگیرید که اصلا تگ چی هست، برفرض متا تگ چی هست و چطور از المان‌های مختلف استفاده کنید. ولی اینجا صرفاً جهت آشنایی هستش که شما بتونید قوانینی رو در ذهنتون برای یادگیری کدهای HTML داشته باشین. باید در ابتدا هر تگی رو که در HTML باز می‌کنید رو حتماً ببندین. یعنی وقتی که شما یک تگ باز HTML رو ایجاد می‌کنید باید تگ بسته اون رو ایجاد کنید و متن یا عناصر خودتون رو بین تگ‌های باز و بسته HTML قرار بدین تا کدنویسی ساده‌تر و ترتمیزتری رو داشته باشین. دومی که می‌تونید در HTML تگ‌ها رو به صورت تو در تو و درون هم بنویسین، ولی هیچ وقت نمی‌تونین تگی رو که باز کردین رو درون تگ دیگه‌ای ببندین. سومی که نوشتن صحیح داکیومنت یا در واقع نوع معرفی سند به مرورگر در صفحه وب با استفاده از HTML یکی از مسائل مهم هستش که باعث میشه مرورگر صفحه وبی رو که ایجاد کردین رو به صورت استاندارد مورد پردازش قرار بده. چهارمی که باید نام المان‌ها رو با حروف کوچیک بنویسین، البته به غیر از پرونده داکتیپ که در آموزش‌های بعدی با اون آشنا خواهید شد و کاربرد اون رو یاد میگیرید. وقتی که شما از المان‌ها با حروف کوچیک استفاده کنین دیگه خیالتون راحته که با استفاده از حروف بزرگ و کوچیک دچار سردرگمی نمیشین و HTML هم براش فرقی نمیکنه که شما از حروف کوچیک استفاده کنین یا بزرگ، چون نمایش به یک صورت خواهد بود. بنابراین از حروف کوچیک برای نوشتن کدهایتون استفاده کنین. همچنین از قرار دادن کدهای طولانی در یک خط هم پرهیز کنین، چرا که باعث به هم ریختگی و شلوغ شدن محیط کدنویسی شما میشه و باعث میشه که در آینده که نیاز به ویرایش وجود داشته باشه نتونین در واقع به صورت مرتب به محلهای مورد نظر دسترسی داشته باشین و زمان بر میشه این کار. ششم این که بیدلیل از خطوط خالی استفاده نکنین. یعنی وقتی یک کد رو در یک خط تایپ میکنید نباید
بدون دلیل خاصی کلید انتر رو چند بار فشار بدیم و از خط اولی فاصله بگیریم و مجددا خط جدید رو کد نویسی کنیم، چرا که همون فضای خالی در واقع کاراکترهای نامرئی رو ایجاد میکنه که باعث میشه در زمان لود و استفاده از صفحه وب بارگذاری دیرتر انجام بشه و وبسایت شما صفحه وبسایت شما سنگین تر بوده باشه. همونطور که میدونید امروزه از دستگاه مختلفی مثل موبایل ها، تبلت ها و یا لپتاپ ها با صفحه نمایش در اندازه مختلفی استفاده میشه. بنابراین مهمه که شما وبسایتتون رو وقتی طراحی میکنید به گونه ای طراحی رو انجام بدین که صفحه وبسایت شما یا همون وبسایت شما به صورت کاملا واکنشگرا یا به فنی ریسپانسیو بوده باشه که بتونه در همه صفحه‌های نمایش به خوبی به نمایش در بیاد. HTML5 ابزارهایی رو در رابطه با این مسئله در اختیار میذاره که شما میتونید به راحتی وبسایت‌های پویایی رو ایجاد کنید. و اما در اینجا می‌خوایم به شما بگیم که کاربردهای HTML در دنیای طراحی وبسایت چیه و اصلا HTML دقیقاً چیکار می‌کنه. HTML بدنه اصلی وبسایت رو ایجاد می‌کنه یا در واقع همون قالب و چیدمانی رو ایجاد میکنه که کاربرها در زمان مشاهده وبسایت میبینن. به عنوان مثال HTML پایه ترین زبانیه که باید به عنوان یک طراح سایت اون رو یاد بگیرید تا بتونید صفحات وب زیبایی رو ایجاد کنید. برای یادگیری HTML شما نیاز به پیش نیاز خاصی در برنامه نویسی ندارید و کافیه که کار با کامپیوتر رو بلد بوده باشید. چرا که ساده ترین زبان برنامه نویسی و ایجاد وبسایت هستش که شما میتونید به راحتی و به خوبی از اون استفاده کنید. همچنین لازم به ذکره که HTML یک زبان سمت کاربر یا به اصطلاح کلاینت سایت هست که در کامپیوتر کاربران توسط مرورگرها پردازش میشه و نتیجه به کاربرها نمایش داده میشه. به صورت کلی در دنیای طراحی وبسایت دو زبان اصلی یا دو گروه زبان اصلی وجود داره. گروه سرور سایت یا سمت سرور و زبان‌های کلاینت سایت یا سمت کاربر. زبان‌های سمت کاربر یا کلاینت سایت مثل HTML، CSS و جاوا اسکریپت همونطور که گفته شد در کامپیوتر کاربر و در مرورگر مورد پردازش قرار می‌گیرن و نتیجه به نمایش در میاد، در حالی که زبان‌های سرور سایت یا سمت سرور توسط سرورها مورد پردازش قرار می‌گیره و در نتیجه نتایج صفحه یا صفحه وب به کاربرها نمایش داده میشه. اگر شما می‌خواهید که یک قالب وبسایت رو طراحی کنید یا همون UI وبسایت رو طراحی کنید، باید از زبان‌های سمت کاربر استفاده کنید که HTML از اصلی‌ترین اون زبان‌هاست، چرا که قالب و بدنه وبسایت با استفاده از زبان‌های HTML، CSS و جاوا اسکریپت طراحی میشه، سپس بر روی سایت سوار میشه. برای نوشتن کد HTML از چه محیطی باید استفاده کنید؟ به دلیل ساده بودن HTML شما میتونید حتی در محیط نوت‌پد ویندوز هم به کد نویسی HTML بپردازید. تمام ابزاری که شما نیاز دارید برای اینکه یک صفحه وب با استفاده از HTML رو ایجاد کنید و تست نهایی بگیرید، یک ویرایشگر متن ساده مثل نوت‌پد و یک مرورگر هست که با استفاده از مرورگر میتونید در حین طراحی صفحه وب خودتون اون رو مشاهده کنید. هرچند در محیط ساده نوت‌پد میتونید کد HTML رو ایجاد کنید و از اون استفاده کنید، ولی استفاده از یک ویرایشگر کد کمک زیادی به شما میکنه که بتونید کار خودتون رو هر چه سریعتر پیش ببرید، چرا که ویرایشگرهای متنی و ویرایشگرهای کد با ابزارهایی که در اختیار دارن باعث میشن که شما بتونید هم کد نویسی دقیق تری داشته باشین، چرا که اگر غلط املایی و غلط در واقع تایپ کردن در کد داشته باشین و حتی اشتباه تایپی داشته باشین، اون ویرایشگر به شما نشون میده که در کدوم بخش از کد نویسیتون ایراد داریم و کد رو به اشتباه تایپ کردین و روش نگارش اشتباهی داریم. بنابراین باعث میشه که شما کدهاتون رو در نهایت بدون خطا ازش خروجی بگیرید. یکی از نرم افزارهای کاربردی که خود من پیشنهاد میکنم از اون حتما استفاده کنید برای کد نویسی و از زبانهای بیشماری مثل HTML, CSS و تمام زبانهای برنامه نویسی هم پشتیبانی میکنه، ویرایشگر معروف نوت‌پد پلاس پلاس هست. شاید از خودتون بپرسین که حداقل سیستم مورد نیاز برای کدنویسی HTML چیه؟ برای استفاده از زبان HTML حداقل سیستمی وجود نداره، چرا که شما حتی میتونید در گوشی موبایل خودتون هم به کدنویسی HTML بپردازین و با مرورگر گوشی یا تبلت اون صفحه وب رو تست کنید، چرا که هر نوع کامپیوتر و سیستم عاملی میتونه این زبان رو شناسایی کنه و در واقع اون رو پردازش کنه. فرق نمیکنه حتی سیستم عامل شما لینوکس هست، ویندوز هست و یا هر چیز دیگه، یا اندروید که در تبلت ها و موبایل ها وجود داره، شما به راحتی میتونید از HTML استفاده کنید. ما در این آموزش از نوت‌پد پلاس پلاس و یک مرورگر جهت طراحی وبسایت خودمون استفاده خواهیم کرد و در مرورگر نتیجه طراحی رو خواهیم دید. از ویدیوهای بعدی و در آموزش بعدی وارد مباحث کاربردی و کارهای عملی با استفاده از
کدنویسی HTML خواهیم شد و شما در اونجا به خوبی با تمامی مفاهیم مثل تگ ها، المان ها، متا تگ ها و مسائل دیگه در HTML آشنا خواهید شد و در نهایت به خوبی و با انجام دادن تمرینات این دوره آموزشی خواهید توانست به یک برنامه نویس HTML تبدیل بشید و در واقع وبسایت های زیبایی رو با استفاده از HTML ایجاد کنید.